ببینید، باید حواستون باشه که اینا ما فقط بند اول انگشت رو میبینیم و به ترتیب چون که توی یک فرم نیم دایره قرار میگیرن، اینا اون که گفتم اینا به ترتیب انگشت ها رو نازکتر باید ببینیم. ببینید یعنی پهناشون هی اولی پهنتره، بعد کمتر، بعد کمتر. پس حواستون به این نکته باید باشه، وقتی میبینید دیگه اینقدر باید شناخت داشته باشید که اینو متوجه بشید. حالا من اینو از کجا شروع کنم؟ اینا تقریبا انگشت‌ها همه‌شون گنگ شروع میشن، یعنی فرقی خیلی نمی‌کنه که از کجا شروع کنید در چه این نواقعی، ولی من طبق عادت سعی میکنم از شست شروع کنم. حالا اینجا سیاه گنگ، شما توی تمرینتون باید در واقع اینو طوری کار کرده باشید که حدس بزنید چه جوری میشه. مریم زنگ زدن فکر کنم. میبینید چون که دست خودش خورده الان توی فرم واضحی نیست، شما هم وقتی میکشید خیلی این فرم واضحی نیست، ولی تو کلیت ماجرا خودشو یه درست نشون میده، لازم نیست شما خیلی خودتون رو اذیت بکنید. سلام بچه ها. ببینید بچه ها ببخشید رکورد داری میشه، من نمیتونم خیلی براتون شاق سلامتی کنم بشید. ببینید بچه ها، پس این فرمه رو ما ناچارن خیلی واضح نمیبینیم، ولی همینطوری هم بکشید قابل قبوله. از این برم این هم همین شکلی، یعنی به نوعی اول قرینه اونه. بازم من اینو از 60 ترجیح میدم شروع کنم. همیشه وقتی که فرم ما برام خیلی واضح نیست، حتی 60 هم اگه واضح نباشه ترجیح میدم 60 شد. این هم همونطوره، چون که توی زاویه رفته و توی یه حالت این شکلی پرسپکتیو قرار داره، ما اینا رو به ترتیب ذره کوچولوتر می‌بینیم. یعنی همینطوری که می‌گذره انگشت‌ها کوچولوتر و خب این از این. پس در واقع شما توی تمرین زیاد از دست یه جایی متوجه میشید که با اینکه گنگه چکار بکنید. مثلا اون تاریکیه رو مثلا برای شما واضح میشه، اما چشم من هم این شما از چیز عجیب تری که میدونید، فقط دارم حدس میزنم وقتی دست این فرمیه دست باید این شکلی باشه.
خب اگه سوالی ندارید بریم تمرین بعدی. آره شاید که نه. یه بار دیگه همینو بکشید.